مرجعیت شیعه آیت الله لازما صادق حسین شیرازی ته سخنانی خطاب به سران حکومت ها فرمودند گذشت و معامله نیک را از پیامبر اسلام صلی الله علیه و علیه یاد بگیرید معظم الله که در میان جمعی از شیعیان کشور کویت سخن می گفتن فرمودند گاهی فردی با رفتار بد کسی مواجه می شود اما در مقابل به فضائل اخلاقی عمل می کند این فضیلت ها مراتبی دارد که عبارت است از بخشیدن بدین معنا که مقابله به مثل نکند و از او درگذرد که این یکی از مراتب احسان است دیگری که مرتبه بالاتری است احسان است بدین معنا که نه تنها از او درگذرد بلکه او را از احسان منی که خود برخوردار کند و سومین مرتبه که از همه مراتب بالاتر است این است که انسان بهترین برخورد نیکو را با او داشته باشد همان گونه که قرآن به آن سفارش فرموده است معظم الله در ادامه با اشاره به سختی ها و مشقت هایی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی برای دعوت مردم در صدر اسلام به یک تاپرستی متهمه شدن افزودند علا رقم این که کفاری مانند ابو به طور دائم و پیاپی پی رسول خدا صلی الله علیه و آله علی را میارزردند در جایی از تاریخ ندیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی حتی یک بار او را به جهت رفتارش نکوهش کرده باشند و حتی بگویند چرا با من چنین رفتاری داری؟ ایشان افزودند لذا لازم است که گذشت در هر سطح و زمینه مانند کانون خانواده میان همسران، خیشامندان، همسایگان، دولت ها و ملت ها میار و مبنا قرار گیرد چنان که رسول خدا صلی الله علیه و همیشه به ویژه در روزگاری که در مدینه منوره ده سال حکومت کردند گذشت داشتند مرجعیت شیعه با اشاره جایگاه حکومت های ادالت محور و حکومت های ستمکار نزد خدای منان ما از تمامی حکومت های جهان دعوت می که تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السلام را بخوانند و با شیوه و رفتار حکومتی آنان آشنا شوند معظم الله در پایان سخنان خود تاکید کردند دولت و حکومت اسلامی و حاکمان غیر مسلمان را به درس آموزی از این فضیلت و به کار بستن این آموزه پرفضیلت رسول خدا الله علیه و آله فرا می و البته پیش از این فراخان خود بدان عمل می کنیم